یکی از گروه‌هایی که این چند وقته مورد توجه اهالی بازار سرمایه بوده، مخصوصا با این افزایش برابری نرخ دلار به ریال، گروه پتروشیمی و مخصوصا صنعت پتروشیمی و مخصوصا گروه اوره بوده. لذا میخوام صحبت کنم با جناب آقای بهرام گروسی، کارشناس بازار سرمایه، کارشناس محترم بازار سرمایه، که در مورد این صنعت و این گروه توضیحاتی رو برای ما ارائه بدن. سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم بهرام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. خب صنعت پتروشیمی و گروه اوره خوب مورد توجه بود، حالا یه چند روزی هست دارن استراحت میکنن، این رو اصلاح قیمتی میدونی یا ما باید منتظر قیمتهای پایین تر هم برای این صنعت و این گروه باشیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تهانی و همه مخاطبین عزیزتون. خب من ابتدای یه توضیحی میخوام راجع به صنعت اوره در ایران و جهان بدم، سپس شرکت‌های بورسی خودم رو بررسی میکنم و بعدش هم یه نتیجه گیری میکنم. خب صنعت اوره در دنیا فقط بهرام ببخشید میونه صحبتت، ما 5 دقیقه تو گفتگو با شما فرصت داریم، ممنون میشم که تو همین موضوع برنامه‌ریزی کنید. خب بیشترین مصرف اوره، اوره کشاورزی هست، کشور چین، هند، آمریکا، برزیل بیشترین مصرف اوره را دارن. چین بزرگترین تولید کننده هست. خب در چین اوره را از زغال سنگ تولید میکنن، در چین و هند که به عنوان بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده های اوره در دنیا هستن، بهای تمام شده زغال اوره از زغال سنگ خب بسیار بیشتر از بهای تمام شده اوره از گاز هست. در کشور ایران، قطر، امریکا، کانادا، روسیه، اینها از گاز تولید میکنن اوره رو، بهای تمام شده پایین تری دارن، حدود 190 میلیون تن 180 میلیون تن مصرف اوره در دنیا داریم. و نکته خیلی مهمی که این چند وقت اخیر وجود داشت، نرخ پایدار اوره جهانی بود که بعد از کرونا با توجه به ریزش نفت، ریزش فلزات و ریزش بیشتر محصولات پتروشیمی، ما افتی در اوره مشاهده نکردیم و حتی افزایش قیمت هم تجربه کردیم در اوره، که علت اصلی اون این هستش که مصرف اوره، یعنی تقاضای اوره، تقاضای اوره کشاورزی هست، کشاورزی خیلی تحت تاثیر قرار نگرفت و حتی سمت عرضه هم ضعیف شد. یعنی در چین، در شهر ووهان که یکی از مراکز صنعتی چین هست که بیشترین تولید اوره چین هم در اونجا هست، ما کاهش تولید رو در اون شهر داشتیم. من خب خیلی سریع میرم سراغ شرکت‌های بورسی خودمون. ما شرکت پتروشیمی پردیس رو داریم، 3 میلیون تن حدوداً فروش داره، که کرمانشاه رو داریم 660 هزار تن، شیراز 1.5 میلیون تن و خراسان هم بین 500 تا 600 هزار تن تولید و فروش اوره دارن. بهای تمام شده، من امروز میخوام راجع به بهای تمام شده دلاری صحبت کنم بیشتر و فکر میکنم خیلی مؤثرتر باشه تا اینکه بهای تمام شده ریالی رو مد نظر قرار بدیم. بهای تمام شده پردیس حدود، حالا من به صورت پایدار خدمتتون عرض می‌کنم، ممکنه کمی بالا پایین بشه، بین 100 تا 110 دلار هست. بهای تمام شده هر تن اوره برای پردیس بین 100 تا 110 دلار هست، برای کرمانشاه، خراسان یه چیزی بین 80 تا 90 دلار و برای شیراز هم بین 90 تا 100 دلار هست. بنابراین که علت اصلی این که برای پردیس بیشتر هست، که بحث هزینه استهلاک هست، از این استهلاک بالاتری داره شرکت پتروشیمی پردیس، یوتیلیتیش رو خودش تامین نمی‌کنه و از پتروشیمی موبیل می‌گیره. این هم یکی از عوامل افزایش بهای تمام شده هست. و خدمتتون عرض کنم که خیلی ساده بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، پتروشیمی پردیسی که مثلا 105 دلار بهای تمام شده داره، اگر 195 دلار 190 دلار بهای اوره جهانی رو بفروشه، با توجه به اینکه ما اسپرد داریم، یعنی اوره فوق خلیج فارس اگر 230 دلار باشه، ما یه اسپرد 30-40 دلاری داریم بین اوره‌ای که خودمون می‌فروشیم به خاطر تحریم ها و اوره‌ای که توی فوق خلیج فارس وجود داره. بنابراین یه حساب سرانگشتی به ما نشون میده، حالا 90 دلار حدوداً ما اگه پایدار در نظر بگیریم برای 3 میلیون تن، 270 میلیون دلار ما سود میتونیم برای پتروشیمی پردیس در بیاریم، که اگر دلار رو مثلا 16 هزار تومان تخمین بزنیم، بیش از 4000 میلیارد تومان سود پتروشیمی پردیس هست که پی‌وی این شرکت حدوداً مثلا به 7 و 8 به دست میاد، که پی‌وی بدی نیست. و با توجه به رشد نرخ دلار، یعنی اگر ما دلار رو 20000 تومان در نظر بگیریم، با توجه به تولیدی که پردیس داره، یه سودی حدود 6000 میلیارد تومان عاید، یه سودی حدود 5500 میلیارد تومان عاید پردیس خواهد شد و پی‌وی مناسبی خواهد داشت در آینده. و برای کرمانشاه، شیراز و خراسان هم همینطور خواهد بود. من راجع به ریسک‌های این صنعت می‌خواستم صحبت بکنم. هند که یکی از بزرگترین تولید
بزرگترین وارد کنندگان اوره هست، خودش داره طرحاشو جلو میبره، یعنی تا چند سال آینده چند میلیون تن به ظرفیتش اضافه خواهد کرد. این یکی از ریسک ها میتونه باشه برای صنعت اوره جهانی. هند بیاد که تولیدش رو افزایش بده، وارداتش رو کاهش بده. ما در ایران هم ریسکایی داریم، پتروشیمی همت رو داریم، مسجد سلیمان داریم، لردگان داریم و چند تا پتروشیمی دیگه که اوره قرار هست تولید بکنن و کم کم دارن وارد مدار میشن. اینها میتونه با توجه به تجارت جهانی اوره که حدود 40-50 میلیون تن هست، یعنی ما اگه بیایم 5 میلیون تن خودمون توی ایران اضافه بکنیم به این ظرفیت، میتونه ریسکی برای صنعت اوره جهانی باشه، یعنی برای شرکت‌های خودمون. اما خب یه نکته مثبتی برای این قضیه داره، اگر تولید کنندگان جدید در ایران وارد بشن، سهمیه داخلی شرکت‌های اورسازی که الان داریم، یعنی پردیس، خراسان، شیراز و کرمانشاه کم خواهد شد. یعنی پردیسی که اگر 35% داخلی میفروشه ممکنه به 20% کاهش پیدا بکنه این سهمیه. و با توجه به اینکه نرخ اوره جهانی نسبت به نرخ اوره داخلی ما بالاتر هست، میتونه یه منفعتی برای پردیس داشته باشه. خدمتتون عرض کنم یه نکته دیگه هم که فکر کنم مفید باشه خدمتتون عرض کنم، به هزینه جایگزینی این صنعت هست. ما به ازای هر 1 میلیون تن اوره، با توجه به اینکه حالا اون پلنت پتروشیمی که داره ساخته میشه یوتیلیتیش رو خودش تامین بکنه یا از بیرون بگیره، بین 600 تا 700 میلیون یا حتی تا 800 میلیون دلار هزینه بهره برداری هست، هزینه ساخت اون پلنت هست. یعنی شما پردیس که 3 میلیون 200 هزار تنی هست، ما اگر در نظر بگیریم بیش از 2 میلیارد دلار ارزشش هست و با دلار امروز بیش از 35 هزار میلیارد تومان 40 هزار میلیارد تومان ارزش جایگزینی این شرکت هست، که به نظر میرسه از این جهت هم اگه بخوایم بررسی کنیم پردیس قیمت بالایی همچنان نداره. من فکر میکنم شرکت های اورساز با توجه به نرخ اوره جهانی که الان وجود داره و به نظر نمیرسه که خیلی کاهش داشته باشه و همین محدوده 220 دلاری و حتی چند وقت اخیر تا 260 دلار هم رفت، پایدار باشه و میتونه سود با کیفیتی نصیب سهامداران بکنه. تقسیم سود خیلی خوبی دارن نسبتاً. بله، به این من میخوام اینجوری ببینم، آیا میتونیم بگیم کسانی که فکر میکنن که نرخ برابری دلار به ریال سعودی هستش، بیان به جای اینکه برن کف بازار بخوان دلار بگیرن، از همین در واقع بورس شرکت های پتروشیمی مخصوصا اورساز ها رو انتخاب بکنن، درسته؟ بله من قطعا فکر میکنم که البته قیمت های خیلی پایینی هم ندارن شرکت های اورساز، خب خیلی 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 رشد کردن، فقط سریعتر بهرام جان، اما همچنان میتونن جذاب باشن برای بازار. بله، اگر نرخ دلار که من فکر میکنم سعودی هست، میتونه این شرکت ها رو همچنان جذاب نگه داره. خیلی ممنون از اینکه به ما ملحق شده، انشالله خوشحال باشید.